سمت راست محمد همرنگ، اشتباه از مدافعینه. سبا میتونه دروازه باز بشه، راه توپ رو میبنده ارشاد یوسفی و اعتقادی به خطای پنالتی نداره آقای ساعدی. یک بار دیگه بازیکنان سبا از سمت راست، بیاتی نیا پیش رو داره مدافعین فولاد رو، فرصت حالا برای همرنگ، دروازه باز میشه، توی دروازه فریدون فضلی گل پیروزی تیم فوتبال سبای قم رو در نیمه اول و در ثانیه های پایانی نیمه اول به ثمر می‌رسونه. روی کار خوب همرنگ در دهانه دروازه فریدون فضلی توپ رو به درون دروازه فرستاد. یک بار دیگه ببینیم نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوستان سبای قم رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند می‌کنیم. در محوطه جریمه فرصت برای بازیکنان فولاد خوزستان، توی دروازه گل تساوی فولاد توسط نادر احمدی به ثمر میرسه و نادر احمدی موفق میشه در همین ابتدای کار رو به تساوی بکشونه. روی کار خوبه تیمی بازیکنان فولاد خوزستان به این شکل توسط نادر احمدی دروازه سبا رو باز کنن. یک بار دیگه فرصت برای بازیکنان فولاد، توی دروازه گل دوم فولاد توسط سجاد فیض اللهی. هر چقدر در نیمه اول نزدند، در این دو سه دقیقه ابتدایی بازی نیمه دوم گل میزنند و گل پیروزی فولاد رو حالا سجاد فیض اللهی به ثمر میرسونه. در نیمه اول سبای قم توسط فریدون فضلی به گل رسید. یک بار دیگه فرصت برای سجاد فیض اللهی، عبور میکنه، اونجا پنالتی هست، اعلام پنالتی و اخراج سهراب بختیاری. چه اتفاقی افتاد در این 4-5 دقیقه نیمه دوم؟ با 10 بازیکن به بازی ادامه خواهد داد سبا. سعید رمضانی حالا باید ضربه پنالتی رو بزنه، خود رمضانی میگیره باز هم ضربه پنالتی رو. ارشاد یوسفی، سرلک رمضانی اگر پنالتی رو به ثمر رسونده بود، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد. فرصت برای بازیکنان فولاد خوزستان در محوطه جریمه، اجازه کار رو به بازیکن جوان فولاد سامان انصاری ندادند. میگیره توپ رو شیرزاد، به میانه های میدان، توپ نباید لو بره. حالا حرکت از بازیکنان فولاد خوزستان، یک ضربه از بازیکنان این تیم و ضربه سیامک سرلک. فولاد میره به جای پاس همدان در رده 16 جدول قرار میگیره و پاس و ابو مسلم مشهد در انتهای جدول قرار خواهند گرفت. یک حرکت رو به جلو از سرلک.